هر صبح یک پیام خوب است با خود صادق باشیم و بعد از خود با دیگران و هیچگاه متصل به دروغ نشویم سیف الرحمن لمر آمر مدبات وزارت دولت در امور شهدا مهمان است در بخش نخست دیدار صبح و صحبت می داشته باشیم در رابطه با برسیه هایی که برای اشخاص افراد دارای معلولیت مد نظر گرفته شده صبحتان بخیر خوش آمدید به برنامه تشکر بانوشاین سلام و صبح خدمت همه بیننده های عزیز تلویزیون نورین بخصیص برنامه خوب و دیدار صبح که همیشه بیننده خاصش مست و واقعا برنامه خوب است امید که یک صبح پر از شادی نشاط و صبح پر از صلح را و آرزوهای همیشگی آغاز کرده باشیم و امید اگر افغانستان سربلند و مرفه انشاءالله یک صحبت مقدماتی داشته باشین در رابطه به وزارت دولت در امور شهدا چون وزارت تازه تاسیس است دیگه تازه دستان گفتن میتونیم چون ادوار مختلف وزارت دولت در امور شهدا ملین سپری نمود که هول وزارت بود باس به با موینیت تبدیل شد و باس وزارت شد و ادوار مختلف تاریخی خود هر حکومتی که به افغانستان آمد با مو نام های مختلف تغییر کرد و هداره ملی حمایت از افراد دارای ملیت و برسه شوده که بعد از اینکه متاسفانه بالای سال قبل بالای ای اداره حمله مهاجمی صورت گرفت در همزمان تعداد اسو مراجعین و همکاران ما ازز دادیم شهید و زخمی شدن متاسفانه بعد از او طی فرمان خاص رئیس جمهور که یک توجه خاص به افراد دارای مالیات و ورثه شهید داشت و همچنان به سروی سیگار دو قشر نیاز و حمایت برجسته دارن این وزارت با مثل چند وزارت دیگه هسته به وزارت دولت در امور شهدا ملین مالین ارتقا که تا فعلا این بخش اینا تقریبا یک سال میشه وزارت ما ایفای خدمت میکنه و مظهر خدمت میشه به ورسه شهدا و افراد دارای مالیات در بخش های مختلف بسیار خوب حالا این ای مدت زمان چه کارهایی خاص دارای انجام داده وزارت آه. اولین کاری که صورت گرفت و در حال انجام همچنان است ما یگانه خاص ماست که همی بروکراسی و همچنان فساد داری چون یک پدیده بسیار زشت در همه ادارات می باشه ما می خواهیم از میراس های گذاشته که به وزارت به اداره مانده این از بیخوبان برکنیم که مبارزه جدی بخش صورت نگیره همه روزه مراجعین مراجعه میکنن و رسای شاد و افراد داره مال ملیت که برشان انجام پذیرفته از اون مستفید میشن به طور شفاف و عادلانه اه کارشان اه اه و انجام میپذیره و مشکلی که ما داشتیم در دا این سال گذشته مالی نوادش که سالش از مالی گذشته، حال سال مالی نوادونسته، مشکل بودجه ای داشتیم که نتونستیم همو با وقت زمانش اینو میپذیریم که مو با ورسه شو اهداف رو دال میت بک حقوق سالشون رو پرداخت کنیم مشکلات بودجه ای بود و همچون کارهای دیگه که صورت گرفته تا فعلا و جریان داره ما خواستیم که یک دریچه واحد به نام ون استاپ شاپ که ما سیستم سازی الکترونیکی بخش برقی از مراجعین می که اونا بتوانن بسیار با سادگی مراجعه کنن و در بخش سیستم تازه کار خود کسایی که تازه میخوان که کار خدا شروع کنن و کسایی که سابق در بخش ورسه شهید استان و مل استان اینا بتوان در یک دریچه واحد به یک سیستم تکنولوژی عصری اما کارشان مرفع و انجام بپذیره و همچون در قسمت از که استخدام افراد دارای ملیت ما تقریبا با چندین نهاد وزارت ها تفاهم کردیم که چگون افراد دارای ملیت شایسته کدری و نقبه واجه شرایط باشند در ادارات مختلف در خود وزارت ما که, که اکثر کارمندای وزارت دولت در موشفاد عملین ورسه شده و افراد دارای ملیت است که 50% گفتن گرفته میتونیم بخش ها کار صورت گرفته و هم. همچنان در بخش برسی های تحصیلی در بخش غرفه های بر افراد داریم مالی در شهر تا با همکاری شاروالی کابل دی بخش صورت گرفته پیرامون بورسی ها به تفصیل صحبت می داشته باشیم خوب است حالا تفسیر شما را پیرامون تفاهم نامه هایی که صورت گرفته از آدرس وزارت با سایر وزارت خانه ها صحبت داشته باشیم بسیار خوب قسمی که یک ابتکار جناب محترم لالو دین اوروی وزیر دولت در مشفدان ملین بود په فرمان رئیس جمهور یې نه خواستان کې امی مشکلات افراد دره ملت ورثه شاداره چون بخش عزیزی است قشر جامعه افتن کې متاسفونه 3 میلیون درې بخش ما از این بخش صدمه دیدن و داریم تقریبا همه میتونیم گفته که برای زینا مشکلاتی که در نظر گرفته شده بود همون صورت های خواستیم که با ساهر نهادها و ها و کمیسیون هایی که هستن اینا رو پیشنهاد کردیم که ما شما باید بتونیم که همین مشکلات ورسه شو داره و همین صورت که برشان ایجاد میکنیم همه با هم باید دست کار شیم بران اینا تفاهم با ما امضا کردن سی, سی نهاد بود که وزارت ها بودن کمیسیون ها بود و ادارات مستقل بودن کمیسیون مستقل ما توانستیم در بخش سکتور خصوصی در بخش سکتور سی با پوزش که بتوانیم چگونه برای افراد داریم مالیات خدمات سیر انجام بدیم وزارت صحت اما با, با ما هم کار شد در بخش تحصیلات عالی همین رقم هر قسم وزارت ها تیم تفاهم نامه خود توانستن با ما هم کار شوند و تفاهم نامه امضا شده و اکثر کارها در جنبه عمل فعلا در حالت عملی شدن است به خصوص تحصیلات عالی بورس های تحصیل در این بخشه با ما هم کار شدن و ملین واجی شرایط و ورسه شهدای نظامی را به خارج از کشور خصوصا به کشور هندستان میکنن و اونا از تحصیل برخوردار میشن تا حال رفتن به تحصیل یا نه قرار است برندگه بله تعدادی از ورسه شهدای نظامی و افراد دارای ملیت اونام رفتن و تعداد دیگه شان هم هر سفارت به ما متفاهم نامه مکتوب و اطلاع روان میکنه بعد از که واژه شرایط ما اعلان میکنیم از طریق سایت خود از طریق صفحات اجتماعی خود که وزارت دولت در امور شده عمل برای افراد دارای مالیات و رسای شده بورسیه تحصیل را مد نظر گرفته اینی شرایط است اینی اصلا نیاز است و وزارت ما رجوع میکنند و این بورسیه های تحصیلی کاملا رایگان رای است رای بله تنها با کشور هندوستان تفاهم نامه صورت گرفته یا نه با سایر کشورها و سفارت خانه ها دید؟ با سفارت خانه هم با به خود مستقیم با تحصیلات تالی تفاهم نامه شده از طریق ازور میتونم که کشورها با شکل از سفارتشان بین با مراجعه کنن یعنی چندی کشور شدم چون با سفارت خانه با وزارت تحصیلات عالی اونا من بس با مراجعین ام واجد شرایط در وزارت وقتی که اسنادشون جمع شد اونا کمیته برگزار میکنه کی واجد شرایط است شما از واجدین شرایط گفتین چه معیارهایی از اینجا معیار که اول باید تابعیت افغانستان داشته باشند، بعد از اون کتابچه ملیت داشته باشن اما ورثه شهید کتابچه ات... اما کتابچه حقوق اما کتابچه هویت ملیت که دارن ورثه شهید رو داشته باشن و نمرات سه ساله مکتب داشته باشن در بخش عکس کار است و دیگه نیازه کار مثلا نمراتشان باشه و تابعیت افغانستان داشته باشن هم تذکریشان همچون کتابچه ملیت و وارسه شهید هویت حوییت ملیت و شهاده نشان میده این باید صد فیصد حتمی سه این نیازا yeah. باش از طریق از ما گزینش میکنیم شان نمرات سی ساله شان برای نیاز است که اینا چقدر در مکتب کوشا بدن و درس خود چقدر باید شده که فیصدی مشخص هم بله. قطمان پیش برن بعد از آمدن باز به وزارت تحصیلات و تولی میشه همه کمیتا به وجه رجوع میکنش در وزارت تحصیلات و تولی باز اونا پس یک امتحان میگیرن از اونا. مثل امتحان کانکور باز که شرایط سفارت روان میگن سفارت باز یک انتریو گزینش میشه اینا میرن به کشور به هر کشور که آزم شده شفافیت ای تا چه اندازه است شفافیتش که در زمان ما در کمیته خود وزارت گزینش میشه صد فیت است همو کس که واجه شرایط میباشه امی مشخصات که ذکر کردم که, که معلول باشه مالیاتش تایید شده کارت هویتش است تذکرهش باشه و نمراتش نمارات باشه که از مکتب شده, شده. و ورسه شهید همچنان ورسه شهید طوری باشه یا ورسه شهید که دمو وثیقیش نامش ذکر می باشه ورسه شهید که حالا متاسفانه جناب لمر ساختن وثیقه بسیار ساده و آسان شده یعنی هر کس میتونه که بر خود یک وثیقه شهید بسازد. برای تشخیص دادن از این کدام پروسه خاص است یا نه بله با سه امنیتی که تفاهم انجام شده با وزارت دفاع وزارت داخله امنیت ملی اینجا بخش دیتا انتریب دیتا ماست که همه روزه در وزارت دولت در امور شوادان ملین دری بخش یک, یک لینک است کارمانده کار میکنن ام مستقیم اصناده را در دیتا بیس مندازن از سه نهاد که شفقیه صورت بگیره و بخش دیگه که با پروسه تذکره برقی توانستیم که به ملین ورسه شهید ایت شده در نزدیکترین مالات خود تسکر رخص میگرن همچون در یک برند یا شاخیش در خود دفتر وزارت است در دهلیز وزارت نایوار اینا تسکر نمیگرن بعد از اینکه تسکر گرفتن و شهید کسی که در بیش دقیق خط درج است کسی که تازه تحسیس دن من که متاسفان در کشور ماش مخروز بروز تا یه جنگ های که صورت میگیره ورسه شهید, شهید، معلول افزایش پیدا میکنه اول براز اینو کسایی که تازه تاسیس هستن حق میتیم که باید تذکره رخص کنن بعد از دو دمو دیتا انتری در بخش سیستم اینو باید میشن وقتی که هوای دوم کس بله وقتی که چشم کس در سیستم درچ و انگشت کس دیگه بدون یک کس یک کارت مالیات داشته میشه یک بار سه شهید هم و... کسو در یک دواسیخه درچ میشه یک واسیخه داشته میشه باید. اینا میپذیریم سابقه اگه چنین کار سیاد گرفته از این بعد صورت نگرفته و صورت نمیگیره بسیار عالی است پس جناب در مجموع چه تعداد از اشخاص دارای مالیات مصروف درس و تحصیل هستند بیرون از کشور هم در مجموع میتونه گفته چون تو دقیق تا فعلا آمارش صورت

یا سه هزار حتی در داخل و خارج کشور مصروف درس هستن اینا به تحصیلات قدام میتن و همچنان با تفاهمنامه نامی که صورت گرفته با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وزارت کار امور اجتماعی زمانی که اینا از میرشتی خود فارغ میشن لیسانس یا ماستر میشن سه فیصد هر بخش در ادارات خود مستقل هستند که تفاهم نامیزا شده که سه فیصد کارمانده باید افراد ملیت شهید باشد سلامت باشه این در پایان پیام شما را داشته بسیار خوب پیام ما از که حق مشارکت اجتماعی برای افراد دارای ملیت خصوصا بر افراد دارای و ورسای شهدا باید در اجتماع داده و از حق سیاسی اجتماعی خود برخوردار باشند مثل سایر امنوان خود افراد دارای ملیت باید با یک چشم بسیار باز در جامعه دیده شوند و فرق بین از اینکه نباشه که تو معلول هستی شما و فرق بین معلول و معیب چون باشه که معیب میتاری گفته کسایی که اونا در ع... عیب دارن در خودشون دخیل بودن دارن دارن. و معلوم شخص است که یک علت باعث شده در دی خودش نقش نداشته اصلاحات را درست و بجا بکار بله. بریم سلامت باشین تندرستی شما را میخواییم